سلام به شما بیننده عزیز گرامی که برنامه کی میخواهد میلیونر شود برای دیدن انتخاب کرده و سلام و عرض ادب فراوان خدمت حضار در تالار و همه شب خوش آمدید میگیم و امیدوار هستم همون رقم که تاباله من و صفای سادات به اتفاق همکارانم تنها نگذاشتیم تا پایان برنامه و مسابقه با ما همراه باشه. همون رقم که جریان برنامه را تعقیب میکرده محمد صبی از کابل سال دوم پانتون تپ مهمان ما برای هات ست یا چوکی داغ هست. نو حریف خودش پشت سر گذاشت و مهمان ما هست. تانسته 7 سوال پشت سر بگذاره و به درستی جواب بده. یک وسیله کمکی خودشم که تماس با دوست بوده از نظر پدر خودش استفاده کرده به اصطلاح استفاده کرده و 8 سوال دیگه پیش روی داره و 2 وسیله کمکی دیگر. محمد سمی باز هم به برنامه خوش آمدید. تشکر. بازم سلام دوگانت در مجادله تقدیم میکنم خدمت تمام بینندگان و فعلا آماده هستم دیگه با چطور کمره بسته کردی برای 1 میلیون یا نه؟ انشالله اگر خدا بخواد. بسیار خوب. من یک بار دیگه باید یک تشکر خاص بکنم از تمامی کسایی که به تالار از نزدیک تشریف آوردن. از نقاط دور یکی از دوستای ما هستن که از شهر زیبای جلال آباد به اینجا تشریف آوردن همراه قبلگاه صاحب، همراه صاحب که بر اینا خسته نباشید میگیم. تشکر. زنده باشید. چطور چری سمی جان به یک دکتر خوب میخوره یا نه؟ بسیار یک دکتر لایق معلوم میشه فعلا. هم حالا خوب خودت به اصطلاح به برنامه را پیدا نکردین که این رقم میگی. اگه یک روز خدای نخواسته خودت مریض شوی حاضر هستی پیش سمی بری؟ خدا کنه کول مریض نشم اگر شدم اطمان. با امیدوارستم از پیش سمی که میبرایی جان به سلامت به در برده باشی. به نظر خودت از خودت از جلال آباد عین از جلال آباد زحمت کشتی آمدی اول خوش آمدی به برنامه افتخار دادی همراه قبلگاه صاحب زحمت دادن تشکر داشت صاحب شما به برنامه خوش آمدید. چطور از برنامه ارزش داشت و قرار را گرفت بیاین؟ بله واقعا ارزش داره. خوب برنامه است خصوصا بر نوجوانان و جوانان افغانستان که چندین سال در جنگ بوده و ای تشویق میکنه مردم های افغانستان تا درس بخوانین و با وطن خود خدمت کنین. بسیار خوب. خود داله امید داری که انشاءالله در برنامه های بعدی هم شرکت بکنین؟ انشاءالله که. بخیر اون رای جلال آباد کابل مزید کرده؟ نه خیر فکر کنیم که میجه یک جای خواهد گرفتیم. انشاءالله. خب تشکر از واصل عزیز و تمامی دوستای عزیزی که به تالار تشریف آورده. سمی بریم به سراغ جریان برنامه. بفهمین آماده است. میخوای من جریان برنامه رو برات باز تشریح بکنم یا نیازی نیست؟ نه دیگه بلد هستیم مشکل نیست. سمی با جریان برنامه یا همون رول برنامه آشنا هست. 4000 افغانی رو بردی. سوال 8 است که جایزهش 8000 افغانی است. اگه بردی خب نوش جانت میریم به طرف 32000 افغانی. اگه نبردی از 4000 سقوط میکنی به 1000 افغانی. عملا تو صاحب 1000 افغانی هستی فعلا. سوالا برات قرائت میکنم. کوچکترین دریای جهان کدام است؟ دریای مدیترانه، دریای سرخ، دریای بحرالبیت و یا هم دریای مرمر؟ اصلا چرا دریای کابل اینجا نوشته نکردن؟ ادنان خرد نیست. شاید بسیار کلانه. بله. گفتن خردترین دریای جهان. جواب 4 دریای مرمر. دریای مرمر. چرا دریای سرخ نه؟ چرا دریای مدیترانه یا دریای بحر؟ چون مدیترانه خودش وسیع ترین دریاست. امکان نداره خردترین هم باشه و در جای بحر البیت کس و همچنان کلان است که در اصطلاحات شورترین دریا بسیار مشهور است و دریای سرخ هم نسبتا کلان است و مرمره کوچکترین دریای جهان است. پس قفلش میکنیم. بله. گزینه 4 قفل میکنیم. افسوس. نه خیر افسوس نیست. درست است. نباید خورد. سوال 9 که جایزه 16000 افغانی است. طول دیوار مشهور چین چند کیلومتر است؟ 1867 کیلومتر،
1877 کیلومتر، 1876 کیلومتر و یا هم 1866 کیلومتر. امیال خدا از دلت خبر دارم، میگیم طول در دیوار بالای سار خبر ندارم، چی برسه با دیوار چین؟ دیوار چین برای حتما خبر داری، دیوار چین هم جزء عجایب هفتگانه است و در دوران امپراتوری مینگ هم ساخته شد. برای ساختنش بیش از 1,000,000 نفر کار کردن، از کارگران استفاده میشد که اکثرشون دیگه بر نمیگشتن. سمبول دولت یا حکومت چین ملت چین هست. بسیار کسا میگه از آسمان هم وقتی بری ببینی از ارتفاع بسیار بالا از فضا، دیوار چین تنها بنای ساخت بشر هست که دیده میشه، هرچند روی زیاد توافق نظر ندارن. طولش تا 10 متر میرسه و عرضش هم تا حدود 7.5 متر. این خبرت معلومات دادم و ظاهرن وقت زیاد هم ندارم، باید تصمیم خدا بگیریم. جوابات بسیار مشابه نزدیکی دیگه. بله. خب وسیله کمکی داره، میتونه وسیله کمکی استفاده بکنی. دو مثلا 50-50 یا زیرین در تالار. میخوایم از زیرین در تالار مشوره بگیریم. بسیار خوب. سمین خواسته از نظر حاضرین در تالار استفاده بکنه. دوستای عزیز، حاضرین در تالار، شما وسیله کمکی، وسیله الکترونیکی در دست خودتان دارین، از اون میتونین استفاده بکنین. گزینه مورد نظرتون فقط یک بار کلیک بکنین و به این ترتیب به سمه شما میتونین کمک بکنین. زیاد دقت بکنین چون پاسخ شما سرنوشت ساز هست، رقم میزنه که آیا سمه به 16,000 امانی دست پیدا میکنه یا نه. من براتون میخونم طول دیوار مشهور چین چند کیلومتر است. 1,867 کیلومتر، 2,1877 کیلومتر، 3,1876 کیلومتر و یا هم 1,866 کیلومتر. امیدوارم متوجه سوال شده باشن. تا لحظات دیگر، میانگین پاسخ صحیح یا همون گزینه که بیشترین مورد به او اشاره شده برات نشان داده میشه. بله، وقت دوستای حاضر در تالار به پایان رسیده. اکثر اشتراک کنندگان روی گزینه سوم یعنی 1876 تأکید دارن، یه نظرشون همیه است. گزینه اول 20% داشت رای دارن، گزینه دوم 13%، گزینه سوم معمول خم که برات گفتم اجماع روی 50% بوده، 53% بوده و گزینه چهارم هم 14% بیشتر رای نهارده. این حال خودت بفهمی از بین اینا یکی انتخاب بکنی. مشوره اعضای تالار قبول میکنم. جواب سوم. جواب سوم. محمد سمی میخواد که ارج بگذاره مشوره دوستان و حاضرین در تالاره. قفلش بکنیم. درست از لاک شده چه گزینه سیو. گزینه سیو رو لاک میکنیم. خودت چی فکر میکنی؟ حالا که شد؟ فکر میکنم شاید درست باشه یا شاید نباشه. پس منتظر باشین، بعد از یک وقفه براتون میگم. پاسخ سمی و 53% از حاضرین در تالار که گزینه سوم به عنوان پاسخ صحیح برگزیدند درست. درست است. آفرین، آفرین به همه دوستایی که نام خدا معلوماتشون بسیار خوب است. من خودم فکر نمیکردم که اینقدر حاضرین در تالار از آمادگی کافی برخوردار باشه. آفرین. این خودش یک
زمینه است که شما هم کسایی که حتی از پردهای تلویزیون این برنامه را تعقیب میکنن معلومات خودتان یک محک بزن چک بکنن، شاید یک روزی این معلومات به درد خودتان بخوره. کسایی که دمی تالاش شده بودن شاید خودشان فکر نمیکردن که اینقدر کمک بسیار بزرگی را به سمی بکنن و 16 هزار افغانی دست پیدا کردی سمی. حالا میریم به سراغ سوال 32 هزار افغانی. این سوال ها انشاءالا کوشش بکنی پاسخ درست بدی، اگر خدای نخواست از گردون رقابت هم حذف شدی حداقل 32 هزار افغانی رو برده باشی و مرحله دوم راه پیدا کرده باشی. بخاطر که وقت زیاد هم نداریم بدون کدام گپ اضافی میریم به سراغ سوال دهم. مجسمه رودکی در کدام شهر تاجیکستان قرار دارد؟ یک دوشنبه، دو پنجیکند، سه شهر توس و یا هم چکالوف. حتما خبرداری رودکی را پدر شعر پارسی میگن. بله پدر شعر پارسی میگن و اولین شاعری بود که از خودش به اصطلاح یک منظومه یا دیوان چاپ کرد. بسیار کسا میگن که از مادر نابینا متولد شد و بسیار کسا میگن در جریان زندگیش نابینا شد، اما این مسئله باعث نشد که او احساس ناتوانی بکنه و شاعر بسیار چیره دست و زبردستی بود. ما میخواییم از 50-50 استفاده کنیم. از 50-50 استفاده میکنی؟ بسیار خوب. سمی تصمیم گرفته از گزینه کمکی 50-50 استفاده بکنه، آخرین وسیله کمکی که در اختیارش هست. بسیار خوب، دو گزینه ای که اشتباه هست حذف میشه و از بین دو گزینه باقی مانده باید یکی رو انتخاب بکنی. دو گزینه را از همکاران میخوایم که اشتباه هست حذف بکنن برای سمی. پنجیکند و شهر توس. اینا ما تا بال با گوشت خورده؟ شهر توس شنیدیم، نمیشه ما پنجیکند نشنیدیم. نشنیدیم، حالا میشنویم. خب، کدامش؟ دو یا سه؟ سه. سه؟ بله، شهر توس. مطمئن سه؟ لاکش بکنیم؟ لاکش بکنیم. تصمیم خود گرفتی؟ تصمیم گرفتیم. میری به 32,000 یا به 1,000؟ خب، چیز گرزای خدا بود. ما مطمئن دمی جواب سیوم هستم، انشالله که درست باشه. گزینه سوم ما میخواییم از کامپیوتر که لاک بکنم. بسیار خوب سمی، گزینه سوم را لاک کرد. ما از دوست ما میخواییم که اول بر خوش آمدید میگم. خوش آمدید به برنامه. شما اول خود معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم احمد سهل، دانشجوی 15 طب مال جوی هستم. بسیار خوب، میتونی کدام اثر، شعر و یا مطلبی را از رودکی برای ما بگویی؟ بله، چرا نه. رودکی از اثارش کلیله و دمنه و همچنان دیوان قصایدش میباشه و شعرش که بیادم است: کنون زمانه دیگر گشت و ما دیگر گشتیم، عصا بیار که وقت عصا و انبان است. تشکر از شما. بسیار خوب، تشکر و افتخار سوال. کلیله و دمنه و دیوان قصایدش را یاد کرد. یکی از آثار دیگهش به نام سنگباد نامه هست، مثلا جز آثار مشهورش هست در زمینه قصیده. بسیار تبحر خاص داشت رودکی و در زمینه موسیقی هم دست بالایی داشت، هرچند که در آخر عمرش به اصطلاح مورد غضب پادشاهان قرار گرفت و در زادگاهش دار فانی را ودا گفت. همون رقم که سهیل گفت، رودکی خواهان عصا شده بود. ما هم یک عصا را برات داریم به نام 50-50 که عصای دستت شود و خودت از این عصای دست طوری استفاده کردی که گزینه سه لاک شد. جواب سمی کاملا درست
افسوس که نیست. افسوس برای دیگه نشد دیگه که تو رضای خدا بود دیگه جواب درست. خب به هر حال سهم دزی چک بوک فقط 1000 افغانی است. سمی ما دوست داشتیم که پاسخ درست میدادی به جواب درست میدادی و انشالله که به مراحل بعدی راه پیدا میکردی، اما متاسفانه خودت دقت نکردی علی‌رغم اینکه از وسیله کمکی هم استفاده کردی، ولی به هر حال گفته خودت شاید رضای خداوند نمی باشه. چیزی که رضای خدا بود دیگرنن نرسیم اونه بود. به هر حال معلومات خودت شریک ساختی. بسیار زیاد تشکر و برات آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که امور هم که دوستت گفت قهار جان دکتر لایق و شایسته شوی. انشالله باز به درد مردم مظلوم و بیچاره افغانستان بخوری و در راه تبابت برات آرزوی موفقیت انشالله. میکنم به سفر دکتر خوبک آینده کشور ما سمی. سمی جان موفق باشیم. تشکر. دوستان و علاقمندان مسابقه را دیدین. سمی در جایی که باید تصمیم درست میگرفت دقت نکرد و حتما حال پشیمان هست، ولی پشیمانی فایده ای نداره. مسابقه این نمیست. یک لحظه اگه تصمیم اشتباه گرفتین از گردون رقابت ها حذف میشین. پس این اشتباه را که سمی انجام داد و دقت نکرد، ما میخوایم 9 اشتراک کننده دیگه که حال با خود ما داریم انجام نده. روال مسابقه را اینا خبر دارن و به خاطر که از بین 9 نفر یک نفر دیگه به جای سمی مهمان ما باشه، مثل همیشه یک سوال از ناپرسیده میشه که 4 جواب داره به صورت نامرتب هست و اینا باید پاسخ ها را به صورت درست مرتب بکنن. این سوال هست: نام گل های زیل را به ترتیب الف با منظم نمایید. به ترتیب الف با شروع شد وقت شما. مرسل، لاله، پتونی و ارغوان. وقت تا لحظاتی دیگر به پایان میرسه. فکر میکنم تصمیم خودتان گرفتین. در این لحظه وقت شما به پایان رسید. سوال یک بار دیگه مرور میکنیم. سوال ما هست: نام گلهای زیل را به ترتیب حروف الف با منظم نمایید. ارغوان، پتونی، لاله و مرسل. خب از این 9 نفر میبینیم چند نفر پاسخ صحیح ارائه کرد. اوه، فقط 1 نفر عبدالحکیم. 8 نفر جواب درست ندادن. پس بناچار عبدالحکیم مهمان ما خواهد بود. آه، عبدالحکیم از کابل. نام خدا. حکیم عزیز به برنامه خوش آمدی. برای تبریک میگم. تشکر. اگه آماده باشیم میریم به آماده شد با کمک خدا. به افتخار عبدالحکیم از کابل. خوش آمدید به برنامه. مهمان ما عبدالحکیم از کابل، سال اول پانزای حقوق است. عبدالحکیم به برنامه خوش آمدید. بخاطر که زیاد وقت نداریم میریم مستقیم به سراغ سوال برنامه. با جریان برنامه خو انشاءالله آشنا هستی. در جریان مسابقه 15 سوال طی 3 مرحله ازت پرسیده میشه. در مرحله اول جایزه ما 1000 افغانی است، در مرحله دوم 32000 و در مرحله سوم جایزه تاپ ما 1,000,000 افغانی است. اگر با مشکل مواجه شدی، سه وسیله کمکی داری. 50-50 است، تماس با دوست هست و حاضری در تالار. آماده است انشالله؟ بله. میره پس میریم به سراغ سوال اول برنامه که جایزش 100 افغانی است. سوال ما هست: سرود ملی فعلی کشور با کدام زبان سروده شده است؟ دری، پشتو، ازبکی و یا هم دری و پشتو با هم؟ گزینه دو، پشتو.
گزینه دوم لاک میکنیم و گزینه دوم کاملا صحیح است. میریم بسر آقای سوال دوم برنامه که جایزش 200 افغانی است. سوال دوم، عبدالکیم من خودت خوب معرفی نکردم، من تو بسیار تیز از سر این مسئله گذشتیم، سوالم برات زود گفتم، ولی به هر حال قسمت اینی بود که امشب یک سوال در خدمتت باشم. خب خودت میتونی باز بری در برنامه بعدی با آمادگی بیشتری ظاهر شوی و تیاری بیشتر بگیری، اما این رقم نباشم و تو سمون بکم و به اصطلاح اگر رقم زیر تاثیر رفتگی، ما خودت میخوایم انشاءالله تا پایان برنامه برنامه جذاب دیدنی و زیبایی را در خدمت بیننده از تلویزیون آریانا باشم. توکل با خدا انشاءالله. تشکر از عبدالحکیم حضار در سالن و شما دوست عزیز بیننده که تا حال با ما همراه بودید. در ادامه برنامه، یعنی میشه یک شب دیگه با عبدالحکیم خواهیم بود و میبینیم که عبدالحکیم خواهد توانست به مدارج بالای مسابقه راه پیدا بکنه یا نه. تا وقت ما تمامی شما دوستان عزیز بیننده را به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم و اگر شما دوست عزیز بیننده در ضمن خواستین و برنامه اشتراک بکنین، سهم بگیرین، به شماره 2525 از تلفن های افغان بیسی میتون زنگ بزنین و ما را خوشحال بسازین از دیدن چهره گلتان. تا وقت خداوند یار و نگهدارتان.